آیا عملیات موشکی ایران علیه اسرائیل یه عملیات موفق بود؟ چرا ادعای اسرائیلی‌ها برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی زیر سوال قرار داره؟ ایران توی این عملیات از چه تعداد موشک و پهپاد استفاده کرد؟ اسرائیل بعد از این عملیات چه واکنشی علیه ایران نشون خواهد داد؟ اینها سوالات است که ما می‌خوایم توی این ویدیو به اونها پاسخ بدیم. لطفاً تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. از بامداد 25 فروردین که عملیات وعده صادق جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام شد، صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی راجع به اینکه این عملیات موفق بوده یا نبوده، تعداد موشک‌ها، انواع موشک‌ها و انواع پهپادهایی که توی این عملیات به کار رفته چی بوده، صحبت میشه و خیلی بیان میشه که این عملیات موفق نبوده چون هیچ تلفاتی نداشته یا هیچ خسارتی نتونسته به رژیم صهیونیستی وارد کنه. و از طرفی هم سردمداران رژیم صهیونیستی خیلی مدعی این هستن که قالب پهپادها و موشک‌هایی که به سمت اونها شلیک شدن رهگیری کردن و منهدم کردن و تو این عملیات اونا پیروز بودن. بیش از 120 فروند موشک بالیستیک به سمت اسرائیل شلیک شد که تعداد کمی به خاک اسرائیل نفوذ کرد و بقیه رهگیری شدن. بیش از 30 فروند موشک کروز به طرف خاک ما پرتاب شد که هیچکدوم موفق به نفوذ به حریم هوایی ما نشدن. از بیش از 170 فروند پهپاد هم که هیچ کدوم به خاک ما نفوذ نکرد. اما چند تا نکته رو باید بهش توجه کرد تا بتونیم یه ارزیابی درستی از مجموع عملیاتی که انجام گرفته داشته باشیم. نکته اول اینه، به نظرم یا جمهوری اسلامی این عملیات رو برای گرفتن تلفات از اسرائیلی‌ها اجرا نکرده. دلیل این موضوع چیه؟ اولا گرفتن تلفات از مردم غیر نظامی و همچنین گرفتن تلفات از نظامی‌های معمولی و غیر سرشناس اسرائیلی دستاوردی برای ایران نداشت. چه اینکه میتونست افکار بین المللی رو علیه ما بشورونه و تو نهادهای بین المللی هم اسرائیلی‌ها با همین دستاویز یک اجماع علیه ما ایجاد کنن و به سرعت یک پاسخ جدی رو هم به ایران و هم به مواضع متحدین ایران مثل حزب الله و هشت شعبی عراق انصار الله یمن وارد کنن و خسارات خیلی سنگینی رو به ما بزنن. قطعا فرماندهان نظامی ایرانی هم با علم به این موضوع تو مرحله اول این عملیات به دنبال گرفتن تلفات انسانی از اسرائیلی ها نبودن. برای همین تو لیست اهداف خودشون مراکز جمعیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی که امکان داشته تلفات غیر نظامی به اونها وارد کنه رو جا ندادن و به جای اون اومدن لیست چند مرکز نظامی اسرائیلی رو انتخاب کرد. مثلا تو لیست اهدافی که ایران انتخاب کرده قطعا پالایشگاه‌ها، شهرهای بزرگ، مراکز تفریحی، مراکز جمعیتی وجود نداشتن. از طرف دیگه اگه جمهوری اسلامی هدفش این بوده که تو این عملیات مثلا در ازای شهادت فرماندهان سرشناس خودش بیاد فرماندهان سرشناس صهیونیستی رو مورد هدف قرار بده، خب قطعا فرماندهان ایرانی میدونستن که در زمان عملیات فرماندهان نظامی صهیونیستی در مکانهای امن و مراکز کنترل فرماندهی مستحکم ضد بمب خودشون هستن و قطعا موشک ها و پهپادهای ما نمیتونن آسیبی به اونا وارد کنن. پس قطع به یقین میشه گفت که این موضوع هم از اهداف عملیات بیرون بوده. اما اون چیزی که به نظر میاد ایران دنبالش بوده، یک اینه که به اسرائیلی ها بفهمونه که هر چقدر هم لایه‌های پدافندی و راداری خودشون رو متراکم کنن و از سایر متحدین و کشورهای منطقه کمک بگیرن تا بتونن یه پدافند چند لایه وسیع رو برای آسمون سرزمین‌های اشغالی ایجاد کنن، باز هم توانایی این که موشک‌های ایرانی از سد این پدافند چند لایه و متراکم عبور کنن و با دقت به اهدافی که براشون تعیین شده اصابت کنن توی ایران وجود داره. و اگه اسرائیل بخواد واکنش دیگه ای نسبت به ایران نشون بده، قطعا تو فوجهای بعدی حمله با شلیک تعداد بیشتری موشک و پهباد میشه خسارات سنگینتری رو به اونها وارد کرد. موضوع بعدی که ایران دنبالش بوده اینه که این سیستم پدافند هوایی تقریبا ناشناخته اسرائیلی‌ها به لحاظ عملکردی میبایست یک شناخت دقیقی توی ایران ازش به وجود میومد. توی ساختار پدافندی اسرائیل غیر از سامانه گنبد آهنین که بارها که چه عرض کنن تقریبا دائما داره عملیات انجام میده، سامانه فلاخان داوود خیلی کمتر و سامانه آرو یا پیکان هم که برای مقابله با موشک‌های بالستیک طراحی شده بسیار بسیار اندک ماموریت اجرا کرده بودن و شناخت دقیقی از وضعیت عملکردی اونها برای فرماندهان ما شاید وجود نداشت. هرچند شاید اونها ویژگی‌های فنی این سامانه‌ها مثل اینکه مثلا برد موشکش چقدر، سرعتش چقدر، توانایی کشف و انهدام هدفش به صورت همزمان چقدر داشتن، اما قطعا مشخصات عملکردی این سامانه‌ها یه چیز محرمانه و سری بوده که فرماندهان ما هم ازش
خبر نمیشن و این عملیات یک فرصت مناسب رو در اختیار ایران قرار داد تا یه شناخت درست از نقاط قوت و ضعف پدافند اسرائیل به دست بیاره. موضوعی که سردار سلامی هم به اون اشاره کرد و گفت اگر اسرائیلی ها به ما پاسخ بدن با تجربیاتی که از این عملیات به دست آوردیم قطعا پاسخ بعدی ما پاسخ مستحکم تری خواهد بود. اگر رژیم صهیونیستی هر واکنشی نشون بده مطمئنن واکنش ما بر اساس این تجربه جدیدی که از توانایی‌های او به دست آوردیم بسیار سخت‌تر خواهد. این نشون دهنده اینه که یک شناخت خوبی از نقاط قوت و ضعف پدافند اسرائیل توسط فرماندهان ما وجود اومده. هرچند امکان داره خب اسرائیلی ها هم از تاکتیک های عملیاتی ما یک شناختی رو به دست آورده باشن و مثلا بدونن که از این به بعد اگه ایران قرار باشه عملیات موشکی علیه اون انجام بده به چه صورت انجام. ضمن اینکه خب شاید خیلی از پایگاه های موشکی و پهپادی ما هم تو این عملیات برای اسرائیلی ها شناخته شد و اونها فهمیدن که مثلا شاید خیلی جا که احتمال نمیدونن اصلا ما اونجا پایگاه موشکی یا پهپادی داشته باشیم با توجه به که تو این عملیات اونها استفاده شد برای اونها شناخته شده باشه. اما باز به این که ما نقاط قوت و ضعف سیستم پدافندی اسرائیل و همچنین متحدانش رو به دست داد و این شناخت درست اونها کسب کرده باشیم میارزه. نکته بعدی که وجود داره یه سوالی که هست این که اصلا ایران چقدر موشک و پهپاد تو این عملیات استفاده کرده. خب اسرائیلی ها از همون فضای بعد از عملیات دائما دارن بر این تبل میکوبن که آقا ما 90% موشک‌ها و پهپادهای ایرانی‌ها رهگیری کردیم و منهدم کردیم و این حالا 4 تا موشکی هم که اومده خورده اصلا به جای مهمی نخورده و خسارتی وارد نکرد. خب همونطور که تو بخش قبلی توضیح دادیم خب ایران خیلی دنبال خسارت گرفتن نبود، دنبال اثبات تواناییش بود. اما در مورد تعداد موشک‌ها و پهپادهایی که تو این عملیات به کار رفته هنوز هیچ اطلاع رسانی دقیق و رسمی صورت نگرفته و صرفاً اطلاعاتی که توی رسانه‌ها حتی رسانه‌های معتبر جهانی مثل نیویورک تایمز داره منتشر میشه یه سری گمانه‌زنیه و هنوز هیچ کس به قطعیت نمیتونه بگه که مثلا حتما 110 تا بالستیک بوده، حتما مثلا 180 تا پهپاد بوده، 36 تا کروز بوده. این رو به قطعیت کسی نمیتونه تایید کنه که حتما انقدر بوده. ضمن اینکه واقعا هم 110 فروند موشک بالستیک شلیک کردن خیلی عدد بالاییه و به نظر نمیرسه که ایران خواسته باشه تو مرحله اول عملیاتش یک همچین حجمی موشک بالستیک به سمت اسرائیلی ها شلیک کنه. اما خب یه نکته‌ای که وجود داره اینه اسرائیلیا خود ببینید سرزمین فلسطین اشغالی یه سرزمین خیلی کوچیک و محدودی، توی همین سرزمین کوچیک و محدود اسرائیلیا اومدن یک دفاع چند لایه ایجاد کردن. از اون طرف از مرزهای غربی ما یعنی مرز ما با عراق تا دریای مدیترانه هم اسرائیلی‌ها هم آمریکایی‌ها فرانسوی‌ها انگلیسی‌ها اردن مصر عربستان اینا همه اومدن به کمک رژیم صهیونیستی و یک فضای راداری رو براش ایجاد کردن که حداقل میتونستن نقش رادار پیش اخطار رو برای رژیم صهیونیستی بازی کنن. اگر شما از اولی که این عملیات شروع شد اخبارش رو دنبال میکردید فکر کنم از اون زمانی که پهپادهای ما از روی لانچر بلند شدن سری رسانه‌های غربی اطلاع رسانی کردن که ایران صدها پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد و پرتاب کرد. یعنی از همون اول آمریکایی‌ها و متحدین رژیم صهیونیستی یک فضای پدافندی رو توی منطقه ایجاد کردن تا کوچکترین تحرکات پهپادی و موشکی ما رو به اطلاع رژیم صهیونیستی برسونن. از طرف دیگه هواپیماهای اونا در نقش پدافند هواپایه وارد عمل شدن و روی آسمون عراق و اردن اونطور که حالا خودشون ادعا میکنن خیلی از پهپادهای انتحاری ما رو منهدم کردن. یک همچین حجم کمک پدافندی و یک ایجاد یک پدافند هوایی چند لایه برای یک محدوده جغرافیایی بسیار کوچک قطعا عبور از این یک کار بسیار مشکلیه و همین که از این پدافند چند لایه یه تعداد کمی هم موشک بتونن عبور کنن و به اون هدفی که براشون تعیین شده اصابت کنن قطعا یه موفقیت. از طرف دیگه ادعاهای اسرائیلی هم خیلی جاز ضد و نقیزه. اونا از طرفی مثلا سخنگوی ارتششون میاد میگه همه پهپادهایی که به سمت ما پرتاب شد قبل از این که به آسمون سرزمین اشغالی برسه ما منهدم کردیم. از بیش از 170 فروند پهپاد هم که هیچ کدوم به خاک ما نفوذ نکرد. بعد نمایندهشون تو سازمان ملل تبلت برمی‌داره میاره میگه ببینید پهپادهای ایرانی ها اومدن رو مسجد الاقصی، ایرانی ها واسه اماکن مقدس مسلمان هم احترام قائل نیستن. این ویدیو نگاه کنید ببینید که اسرائیل چگونه پهپادهای ایرانی رو بر فراز کوه معبد یعنی همون مسجد الاقصا مسجد الاقصا در واقع رهگیری کرده. Here you can look at it.
بیاین نگاه کنید، ببینید، میتونید بیاین اینجا ببینید. این مسجد الاقصی است. از بیش از 170 فروند پهپادم که هیچ کدوم به خاک ما نفوذ نکرد. بالاخره شما پهپادای ما رو منهدم کردین یا نه؟ پهپاد ما اومد رو مسجد الاقصی. یعنی میخوام بگم یه فضای عملیات روانی این تیپی هم صهیونیست‌ها دارن درست میکنن که خیلی از ادعاهای اونها رو زیر سوال میبره. به هر ترتیب تا الان که حدود 48 ساعت از این عملیات میگذره، فرمانده های سپاه فعلا دلشون نمیخواد که اطلاعات رسمی و دقیق تری از این عملیات بیرون بدن. یه دلیل واضحی هم وجود داره دیگه، فعلا اونا توی فضای حضور دارن که فکر میکنن شاید اسرائیل بهشون حمله کنه و دلشون نمیخواد فعلا مشت خودشون رو باز کنن و اسرائیل بفهمن اینجا مثلا چه موشکی، چه پهپادی، چه تعدادی مثلا استفاده کردن، تا بتونن تو دفعات بعدی حمله اگر اتفاقی افتاد عملکرد مناسبی داشته باشن. ولی تا الان چیزی که میتونیم از صحنه میدانی ببینیم، اون چیزی که ایرانی ها میخواستن، یعنی فرمانده های سپاه میخواستن بهش برسن، رسیدن. اونا هم تونستن موشکاشون رو هدف بشونن، هم پایگاه نواتیم، هم پایگاه رامون، همون پایگاه اطلاعاتی اسرائیلی ها توی جبل و شیخ و ارتفاع بلندی های جولان، همین که تونستن نقاط قوت و ضعف سیستم پدافندی رژیم صهیونیستی رو احصا کنن و بفهمن نقطه ضعف های این سامانه کجاست، دفعه بعدی که خواستن عملیات کنن بتونن پرحجم‌تر و دقیق‌تر عملیات کنن. از طرفی هم پیام خودشون رو به اسرائیل منتقل کردن که بالاخره ما قادریم از سد سیستم‌های پدافندی شما عبور کنیم، دفعه بعد بخوایم عملیات کنیم شما رو بزنیم و مراکز جمعیتیتون و اقتصادیتون و مراکز حساس و حیاتیتون رو منهدم کنیم، این توانایی رو داریم. چه بسا که همین پایگاه نواتیم نزدیک همین تأسیسات هسته‌ای دیمونا است، خیلی فاصله ای نداره، یعنی یه خورده موشکا رو مثلا زاویه‌اش اینورتر می‌کردن می‌خورد تو دیمونا. اما وقتی شما اومدی این پایگاه هوایی زدی دیمونا رو نزدی، یعنی اینکه من نمی‌خواستم یه همچین کاری کنم، دفعه بعد مثلا بخوام میتونم. اینها در مجموع تا الان به همین که فعلا عملیات جمهوری اسلامی عملیات موفق بوده، علی‌رغم خب همه عملیات روانی که صهیونیست‌ها می‌کنن و سعی دارن با ارائه اطلاعات ضد و نقیض، حالا بعضیش درسته بعضیش غلطه، فضای افکار عمومی رو اینجوری ترتیب بدن که این عملیات موفق نبوده. چه اینکه اگر این عملیات اینطوری که اسرائیلیا میگن موفق نبود، یعنی واقعا اونا قادر بودن این حجم از موشک و پهپاد ما رو رهگیری کنن، منهدم کنن، قطعاً تو ارائه واکنش به جمهوری اسلامی درنگ نمی‌کردن. چون اگه این توانایی رو داشتن که این حجم از موشک و پهپاد رو رهگیری کنن و منهدم کنن، خب می‌دونستن اگه به ایران حمله کنن، ایران تو دفعات بعدی هم بهشون حمله کنه، باز دوره موشک‌ها و پهپادها اینا رو رهگیری می‌کنن و می‌زنن، پس یه خطری تهدیدشون نمی‌کنه. قطعاً بلافاصله واکنششون می‌دادن هم به ما، هم به حزب الله، هم انصار الله، هم هشت شعبیه عراق. ولی اینکه اسرائیلیا تا الان دست دست کردن و آمریکایی‌ها هم خیلی سعی می‌کنن که جلوی اسرائیلی‌ها رو بگیرن تا اونها اقدام نظامی انجام ندن، فضای منطقه رو پرتنش نکنن، نشون دهنده اینه که خود اسرائیلی‌ها فهمیدن که این عملیات موفق بوده و اون اهدافی که براش طراحی شده بوده محقق شده. پیش‌بینی من اینه که احتمالاً اسرائیلی‌ها وارد درگیری نظامی با ما نشن و فعالیت خودشون رو برای واکنش نشون دادن به ما دوباره ببرن تو حوزه امنیتی، یعنی ببرن سراغ این که واقعا فرمانده های ما رو بزنن، افراد شاخص رو ترور کنن، یه جایی خرابکاری کنن، یا اینکه با تقلید از جمهوری اسلامی اونا هم برن به گروه های نیابتیشون مثل همین تروریست های تکفیری و تجزیه طلب مثلا یه گرایی بدن، اونا رو آنتریک کنن، علیه ما عملیات کنن و وارد یه فضای درگیری امنیتی با ما بشن که هم بتونن به اون اهدافی که میخوان برسن هم مثلا یه پاسخی به ایران داده باشن، هم خیلی رد پای از خودشون باقی نذارن که بعدن توی مجامع بین المللی یا افکار عمومی بخواد بر علیه اونها استفاده بشه. ممنون که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودین. اینجا کمین مدیاست، با مسئله نظامی به صورت تخصصی بررسی میکنیم. لطفا ویدیوهای دیگه ای ما رو هم تماشا کنید.